ایده ایجاد باغ ملی در سال 1301 اجرایی شد در عراضی میدان مشق باغسازی انجام شد و بعد سردری بر این باغ ساخته شد که سردر باغ ملی نام گرفت اما بعد از مدتی دولت متوجه شد که این محوته جای خیلی خوبی هست برای ایجاد ادارات دولتی بنابراین تصمیم گرفتن که باغ ملی را به کمی تر منتقل بکنن در عراضی سنگ لج که اون زمان جزو مناطق پرتراکم شهر تهران بود یک سری از این زمین ها و خانه ها تملک شد به خاطر اینکه خیلی از اون خونه ها شکلی داشت که محل تجمع خلافکاران و قماربازان شده بود اونها رو تملک کردن و در اونجا باغ ملی جدیدی ساختن که این باغ بعدها نام پارک شهر گرفت و در سال 1326 شکل نهایی خودش رو گرفت و چندی بعد به نام پارک شهر نامیده شد طبق آگهی فروشی که در مجله آین اسلام به تاریخ 14 مهر 1323 اومده 91 هزار متر مربع از 200 هزار متر مربع عراضی سنگلش خریداری میشه و تبدیل به باغ ملی میشه بعد از مدتی نام این باغ ملی به پارک شهر تغییر پیدا میکنه در این پارک شهر ما برای اولین بار ساختمان کتابخانه عمومی رو داریم که در سال 1339 بهره برداری میشه و طراح و معمار این کتابخونه مهندس هوشنگ سیهون یکی از نامآورترین و بزرگترین معماران تاریخ معاصر ماست.